بسم الله الرحمن الرحیم دو تا اصطلاح مهم یکی نماد علمی و دیگری ریشه گیری کلی حرف بخوایم بزن در این در رابطه با این دو تا نماد و دو تا اصطلاح دقت کنید حرفای این کلیپ تو کلیپ های بعدی به شدت استفاده میشه با نماد علمی و اصطلاح ریشه گیری آشنا میشیم توی مباحثی در ریاضی، شیمی، فیزیک برمیخوریم به یه سری اعداد خیلی بزرگ یا خیلی ریز که نوشتن اینا یا خوندن اینا شما رو دوچار در سر میکنه مثلا اگه فرض کن مثلا 20 رقم اشار داشته باشه یه علامت سال بزرگ باره کلتی من چیش بخونمش به خاطر همین از یه نمادی به نام نماد علمی استفاده میکنن که هم قابل خوندن باشه این اعداد هم قابل نوشتنی راحت تر باشه به تعریف نماد علمی توجه کنید به این فرم از نوشتن که ساده میکنه اعداد رو یعنی خوندن نوشتنش و عدد بزرگ و ریز رو میگن نماد علمی برای سهولت در محاسبات غالبا اعداد خیلی ریز یا خیلی بزرگ را به صورت زیر می نویسیم که به این نوع نوشتن اعداد نماد علمی می گوییم بچه همیشه هم اینطور نیستش که عدد خیلی بزرگ باشه بعضی وقتا یه عدد خیلی عادی هم میتونیم به صورت نماد علمی بنویسیم به خاطر این کلمه غالبا گفتیم یعنی واسه عدد دیگه که ریز نیستن یا درشت نیستن هم میتونه استفاده بشه این نماد این نماد چیه تو کادر نوشتم آ در ده به توان n یعنی به فرم آزب در ده به توان n یعنی این قرمزی نوشتم به این فرم نوشته توضیحش تو مثال نگاه میکنی. این باید عضو اعداد صحیح باشه آ یه عددی بین یک تا ده منتها خود یک هم میتونه باشه عدد بین یک تا ده یعنی یعنی یک و خورده ای اشاری مثلا باشه مثلا یک مایز دو یک مایز هر چی تا نه خورده ای پس عددی که اینجا جای آ میذاری نباید از ده بزرگتر باشه نباید از یک کوچیکتر باشه یعنی بین یک و ده باشه فارسی شما اینجا نمیشم نماد علمی یعنی آزب در ده به اینی که این از عدد سعی اختیار شده باشه آم عددی بین یک و ده باشه این یعنی همه این که توی این کارت نمیشتم خب الان این عدد مثلا هم یه ذره اینطوری آدم ببر، برگرد عقب ببین مثلا میتونه بخونه نه تعداد اشاشو بهش یک دو سه چهار پنج شیش هفت اینو میگیم هفت ده میلیونیوم خیلی کمتر ده میلیونیوم و صد میلیونیوم و میلیاردیوم و اینها رو میگیم مثلا دیدید عرف هم نیست به خاطر اینه که از نماد علمی استفاده میکنن این دانشمند ها دانشجو هر کسی که با محاسبات عددی سر کار داره اینو بهتره بنویسیم به آچی بیا بگو هفت چرا هفت بین یک و ده دیگه زب در خب این رو الکی نوشیم هفت برای چی معایز انداختیم کجا در حقیقت اینجا انداختیم دیگه اینجاست هفت مایز صفر میشه دیگه هفت معایز صفر یعنی هم هفت معایز چند تا اومده جلو یک دو سه چهار پنج شیش هفت تا اومده جلو پس واسه که عدد لطمه نخوره باید برگردیم معایز بیاد سر جاش بشینه چون باید بشینه سر جاش یعنی هفت باید بیایم عقب یعنی ده به توان منفی هفت خب پس اگر میخوایم ممیز رو بکشونی سر جاش بیاد عقب توان میشه منفی به طور کلی توان منفی میاد اعشار ایجاد میکنه تو عدد صحیح من یا حتی تو عدد گویای من میاد یه کاری میکنه ممیزه پس روی کنه بیاد عقب و اگر توان مثبت باشه ممیز پیش روی میکنه میگی نه تو مثال بعدی نها کن این سی ست هزار خودمونه سرعت نور دیگه سرعت نور معمولا تو کتاب فیزیک و اینها میگن سه زبدر ده به توان پنج میدونی چرا؟ چون قرار به این صورت تبدیل بشه ممیز اینجا بوده؟ خونده نمیشه دیگه میاد اینجا که بشه آ آیی که بین یک و دهه پس میشه سه زبدر در چند تا اومد عقب؟ یک دو سه چهار پنج تا اومده عقب بی خود اومده عقب بعد برگرده جلو سر جاش چون میخوایم بیایم جلو میشه ده به توان پنج پس اعداد خیلی درشت تواناشون مثبته اعداد اعشاری که ریزن بین صفر و یکن اینا تواناشون منفیه حالا این یه قسمتی از این دوتا مثال ها با مثال متعدد بیشتر آشنا میشید با این مفهوم الان این 43 ممیز مثلا 71 میلیونیوم خونده میشه بخوایم بنویسیمش این چهل و سه زده از ده بالاتر پس بعدش چهار معیز سه بقیهش هم به کار یک دو سه چهار اگه اشتباه نکنی بله پس این شد چهار معیز چند تا اومد عقب یه دونه معیز اومد عقب که به آ تبدیل شد فرم آی که به نیکوده چون یه دونه اومده عقب بعد یه دونه بیاد جلو بر اومدن جلو یعنی پیشروی یه دونه ده به توان یک حالا میتونی یکم هم ننویسی چرا توان یکو رو قابلا نمیسه غالبا نمیسه حالا اون یک باشه نباشه خیلی موضوعیت نداره یه مثال کاملتر هر کنیم این عدد رو میخوایم به صورت نماد علمی نویسیم پس سوال اینها چی بود اینها همه رو داریم به صورت چی مینویسیم نماد علمی سوال تو اینها اینطور میاد که عبارات زیرا یا اعداد زیر به صورت نماد علمی بنویسید آقا هر عددی رو میشه با نماد علمی نوشته حتی اعداد مثلا مثل الان سه مایز شارده سه مایز شارده هم در 10 ده به توان صفر، ده به یک صفر یکی دیگه یا مثلا خود عدد پنج پنج رو چی؟ پنج ضبط در ده به توان صفر، اما دیگه مسخره از پنج رو می میرن سراغ چی؟ اعداد خیلی بزرگ خیلی درشت از این کار استفاده مید. این مثال کامل رو نگاه کنید تک تک این اعداد رو اگه نماد علمی تبدیل کنیم محاسبش رو تره میگی نه نگاه کن چون سال از ما خواسته به نماد علمی تبدیل کنید پس باید در آخر سر جواب حاصلم به صورت آذب در ده تاونه این باشه این باید بشه چار مایز نو. چرا؟ چون عدد من بین یک تا ده باید باشه این اما چل و میلیونیومه میلیونیوم که بین یک تا ده نیستش که این آ. پس بیاد ممیزش بیاد بیاد بشینه جلوی چهار بشه چهار ممیز نو زب در خب ممیز چند تا علکی رو جلو علکی هم نیست اینه طبق قاعده داره میریم ولی باید جبران کنیم ممیزی که دستکاری کردیم عدد که نباید لطمه بخوره و برگرده عقب چون ممیز باید برگرده عقب سر جای اصلی خودش بنشینه چون باید بیاد عقب زب در ده منفی منفی چند بشمار یک دو سه چهار پنج تا این سفره رو نشمارا تا ده آیزو بشه پنج شو باید بیای عقب تا بشه همون عدد قبلی خودم پس این اتفاق افتاد اینو من پاک کنم که این کارو کردم که کمک بشه یا مثلا بعدی هم همچنین معایزت بیاد بشین جلوی میشه هشت زب در ده به توانه خب هشت اومده اینجا دی این معایزش چند تاست یک دو سه بعد بگیر عقب عدد لطمه نخوره ده به توان منفی سه خیلی این منفی مثبت ها رو اشتباه میکنن اینا رو خوب دقت کنید خب اینو نگاه کن چهار و, نه ست. چهار و نه ست. بعد بشه چهار مایز نه اینم مجدد مایزش اینجا بوده مایز اینجا بوده حالا اومده اینجا نشسته اینجا اومده اینجا اینجای اصلی بوده این جایی که الان قرار دادیم خب برای اینکه برگرده جای اصلیش باید یک دو سه سه تا پیشروی کنه پیشروی یعنی چی توان مثبت ده به توان سه ضبط اینا دقت میخواد فقط هشت مثل بالا عمل میکنیم دو تا باید بیاد عقب تا بشه هشت صدم مجدد تاکید میکنم توان منفی عدد و اعشاریش رو زیاد میکنید برمیگرده توانه مصبت صفرای عدد رو زیاد میکنه استلاحا یا اون میره به سمت راست حالا ساده کردن این به این صورت که خود 4 مایزین و 4 مایزین رو میره 8 با 8 رفت حالا ده ها رو با هم بگید 10 به توان منفی 5 با 10 به توانه منفی 3 بعد 10 به توان 3 با 10 به توانه منفی 2 حساب بکن میشه ده به توانه منفی هشت اینهم میشه ده به توان یک دیگه مثبت منف... سه با منفی دو میشه ده به توان یک مجدد میشه ده به توانه منفی هشت منهای یک میشه منفی 9 نا کم داریم میکنیم منفی هشت منهای یک میشه ده به توان منفی 9 این میشه نماد علمی آقا آشکو این آ یک زب در دعوتان منفی نوه دیگه یکیش هم میتونید این میشه کاری که باید شما توی نماد علمی انجام بدید یه چند تا دیگه مثال از نماد علمی حل کنیم تا از این مرحله بگذریم بریم سراغ مفهوم دیگه خب میخوام چند تا مثال حل کنیم از نماد علمی قبلش من یه نکته بگم بعضی اشتباه نکنن ما گفت این آ اون آیه که تو نماد علمی بود اون آ میتونه اعداد صحیح باشه اعداد صحیحی که بین یک تا ده اصلا میتونه تمام اعداد گویا باشه فقط باید بین یک تا ده باشه خود یک هم میتونه باشه یک تا این خود ده هم یک تا ده یعنی که اعداد منفی آب خواد منفی باشه این آب خواد منفی باشه اینو عرف نیست نشون بدن با نماد علمی فعلا تعریفی که میخونید تو نماد علمی اینه پس این حرف اونجا تصحیح شده باشه که بعضی اشتباه براش نکنن بیایم سراغ یه مثال کاربردی از استفاده از نماد علمی سرعت نور انقدر متر بر انقدر این چیز سی ست میلیون متر بر ثانیه است 300 میلیون متر بر ثانیه سرعت نور هم, هم میدونیم فاصله که نور در 500 ساعت میپیماید چند متر است بعد گفت جواب رو به صورت نمودلی بنویسید خود این 300 میلیون به صورت نماد علمی میشه چی؟ 3 ضرب در 10 به توان 0 رو بشمار 8 تاست. 3 ضرب در 10 به توان 8. این تبدیلش به نماد می. 500 ساعت به صورت نماد می تبدیل بشه میشه 500 زب در شست زب در شست این دقیقه است این ثانیه یعنی همون 3600 اول تبدیل کردیم به دقیقه ساعت رو و دقایق رو داریم تبدیل میکنیم به ثانیه بعد یه زب در شست ثانیه دیگه بکنیم این کلا چند که میشه یه میلیون و هشتصد هزار اینم به صورت نمادلمی تبدیل کنیم چون بالا رو تبدیل کردیم اینم به نمادلمی تبدیل کنیم میشه یک ممیز هش ممیز بعد از این جلوی جلو بیاد اینجا بشینه زب در خب چند تا اومدیم یک دو سه چهار پنج شیش ده به توان مثبت شیش حالا بریم مسئله رو حل کنیم این متر بر ثانیه سا. این اینطوری هم نشون میدن حالا بعدا میخونیم متر بر ثانیه این ام تقسیم رس میگیم آقا هر یه سانیه تناسب می دیگه تناسب جدول تناسب هر یه سانیه سه زب در ده به توان هش متر میپیماید حالا یک ممیز هش زب ده به توان 6 ثانیه یعنی چی؟ یه میلیون و هزار ثانیه چقدر میپیماید این تناسب اگه ای حل کنی جواب مسئله ای تو به دست میاد متراجش به دست میاد که اینجا x میشه من این بر به دست بیارم اینجا بنویسم این دوتا رو زبدار هم کن میشه سه زبدار یک مایز هشت ده هم زبدار هم, هم کنی ده به توان شیش زبدار ده به توان 8 میشه 10 به توان 14 6 از 14 حالا مونده فقط اینو تبدیل نماد ال میکنیم این میشه چی 5 ماینس 4 دیگه 3 ضرب در 1 ماینس 8 میشه 5 ماینس 4 ضرب در 10 به توان 14 این میشه جواب مسئله ما به صورت نماد علمی هم از اون اول تبدیل کردیم که کارم راحت باشه شما اصلا میتونید محاسبات بدون نماد علمی انجام بدی آخر سر تبدیل کنی ولی من خواستم حداقل دو تا سه تا تبدیل به نماد علمی داشته باشیم مثال دو به صورت نماد علمی این عدد گفته بنویسیم یه عدد درشتی میشه اما اگه تک تکش تبدیل کنه نماد علمی شاید راحت‌تر بشه محاسبه کرد ببینیم اینو تبدیل کنه نماد علمی این میشه چی 8 ممیز یک زب در 10 به توانه ممیزش مده اینجا دیگه یک دو سه 10 به توانه منفی سه چرا منفی؟ چون بعد بیای عقب سر جای اصلی خودش بشینه این هم تبدیل کن نماد علمی میشه دونیم مایز اینجا بوده بیاد اینجا دیگه مایز میبینی ما مح... اینجا ماده این بر زب در ده به توان یک دو سه سه تا باید بیایم جلو که بشینه سر جای اصلی خودش این هم هستش ده به توان چهار یا یک زب در ده به توان چهار این ده هزاره دیگه ده هزار رو بلدم چلو نو هم مینویسم چهار مایز نو زب در ده به توان یک که اگه زب در ده بشه چه آمایز نو معایزش یه دونه میاد جلو تبدیل میشه به همون چهلو نو چون نمیخوام اعداد رو خراب کنیم که اعداد رو میخوایم سر جاش ولی به صورت نواد علمی هم تبدیل کنیم هزار هم که میشه همون یک زب در ده و تاون سه یکیش رو نمی نیستیم چرا چون یک عضو خونسای ضربی است ادامه میدیم ده ها رو با هم محاسبه کن حالا اینه 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 پس ده ها رو با هم به صورت عدد تواندار بگیم این ده به توان منفی 3 با ده به توان 3 میره میشه ده به توان 0 که میشه 1 خلاص ده به توان 4 ده به توان 1 با ده به توان 3 میشه ده به توان 8 موندش این اعداد اینا رو حالا باید ضرب کنی 8 مایز 1 و 2 نیم و 4 مایز 9 رو ضرب کن ما قبلا ضرب کردیم شده 99 ممیز 225 آیا این نماد علمیه؟ نه هنوز را... راه داره یا کار داره این 99 بعد برگرده بیاد بشه 9 مایز خورده ای چون عدده باید بین اون عدد آ دیگه اون آ باید بین 1 و 10 باشه پس میشه 9 مایز 9225 ده هزار رو مثلا نخونده چون یه دونه برگشتیم عقب بعد برگیر جلو یعنی ده به توانه یک اینجا دخالت بدیم اینم ده به توانه هشت و در آخر ده به توان نه این میشه نماد علمیش مثالش سنگین بود ولی خب چون زیاد تبدیل داشت به نماد علمی مثال کاملیه اینو یاد بگیرید کلا نماد علمی رو و پسش برمیایید اینجا رو خوب گوش کنید یه اصطلاح جدیدی داریم به نام ریشه گیری یا ریشه اعداد به چه معناست تعریف میکنیم به صورت ریاضی نوشتم ریشه های دوم عدد آ به این صورت تعریف میشن میشه رادیکال آ و منفی رادیکال آ به عنوان مثال نگاه ریشه های دوم عدد 25 میشه رادیکال 25 و منفی رادیکال 25 رادیکال 25 که میشه 5 و, و منفی رادیکال 25 میشه منفی 5 پس اصطلاحا میگوییم ریشه های دوم عدد 25 میشه 5 و منفی 5 به چه معناس یعنی اینکه 5 و منفی 5 اگه مربعش کنیم یعنی به توان دو برسونیم میشه 25 به خاطر این میگیم ریشه دوم یعنی به توان دو پس اصطلاحا ریشه گیری یه جورای انگار رادیکال یا جذرگیری با مثبت و منفی یعنی هم 5 به توان دو میشه 25 هم منفی 5 به توان دو میشه 25 اما جواب رادیکال 25 میشه پنج ما هیچ وقت از این رادیکال جواب منفی در نمیایم یه تونه گفتیم قدر مطلق میذاریم پس این فردا یه وقت جواب میخوایم یه وقت ریشه دوم میخوایم که پایین قصد پایین بهش بیشتر نیپردازیم خوب نگاه کنیم به بس... چند تا مثال بزنیم الان ریشه دوم عدد پنج چی میشه طبق این مثالی که من زدم آقا اینو داشته باشید اینو داشته باشید پس ریشه دوم عدد پنج میشه چی؟ رادیکال پنج و منفی رادیکال پنج یا اصطلاحا میگیم مثبت منفی رادیکال پنج ریشه دوم دوتا داریم یه دونه مثبت رادیکالش یه دونه منفی رادیکالش حالا یه نکته یا سه تا نکته مهم اینجا گفتم نکته جواب رادیکال 25 برابر است با 5 و فقط 5 یعنی اگر اینو نگاه کن منفی داخل و منفی بیرون اشتباه نکنید این گفتیم دو با رادیکال میره بعد داخل قدر مطلق میاد میشه پنج یا اصلا اینطور میشه میشه رادیکال 25 رادیکال 25 هر کاریش کنی میشه 5 از زیر رادیکال جواب مثبت میاد بیرون این یه به قول معروف یه بحث دیگه است اینجا ما در جواب صحبت نمی کنیم. پس یه بار دیگه نگاه کن جواب رادیکال 25 میدونیم میشه برابر است با 5 اما ریشه 25 برابر است با دو عدد 5 و منفی 5 پس هر وقت گفتن ریشه های 25 باید بگی 5 و منفی 5 یا ریشه 5 5 و منفی 5 اما اگه بگن جواب رادیکال 25 یا جذر رادیکال جواب رادیکال 25 یا جذر 25 اون میشه 5 دیگه منفی 5 دخالتی نداره این دوتا با هم فرق یه نکته سوم دیگه نگاه کنید اعداد منفی ریشه دوم ندارند یعنی مثلا این فرض باشه منفی رادیکال منفی 25 نداریم که پس هم یه نکته بسیار مهمه که اعداد منفی ریشه دوم ندارند آقا ریشه سوم و ریشه چهارم و ریشه پنجم هم داریم بله داریم امثال ریشه دوم و ریشه سوم بیشتر کار میکنید توی مواسه تستی ریشه چهارم و ریشه کلا انو هم کار دارید باش امثال که تو وقت تست احتمالا این اشاره خواهیم کرد یه نکته هم اینجا بگم ما یه پک ویژه تست غیر از این تدریس صفر تا صد آخر یعنی احتمالا انتشارش میشه بعد امتحانات ترم اولتون اون موقع منتشر خواهد شد اینم حالا مد نظرتون باشید باشه آقا بیام اینجا دوره ریشه سوم حرف زدیم ببین ریشه سوم عدد یعنی چی آ ریشه سوم منتها یه دونه است میشه رادیکال آب به فرجه سه با فرجه آشنا بشید به این میگن فرجه اینجا گفتیم سوم عدد سه رو گذاشیم اینجا آقا اونجا گفتیم دوم چرا دو رو نذاشتیم بالا دو حذف شده یه لحظه بیاد آقای فیلم بردار بیاد اینجا نگاه کنید ریش دوم عدد آ میتونستیم اینجا بگیم رادیکال آب به فرجه دو بله میتونستیم بگیم فرجه دو رو معمولاً نمی نویسن مثل مخرج یک که نمی نویسن فرج دو رو نمی نویسن. چرا چون تو تعریف جزمات داشتیم که اون چه عددی دو بار زب در خودش میشه میشه آ اون دو رو نمی نویسن مثل مخرج یک بنویسی هم هیچ اشکالی نداره اما فرج های بیشتر از دو مثل سه چهار الی اینا رو حتما باید بنویسی که با فرج دو اشتباه نشه مثل که مخرجای بزرگتر از یک رو می‌نویسید دیگه بعد حتما بنویسید برگردیم سر جای خودمون دوباره ریشه سوم حرف می‌زدیم ریشه سوم عدد آ میشه رادیکال آ به فرجه سه ا این چرا دیگه دو تا نیست ریشه های فرد یه دونه است دو تا نیست چون اگه منفی به توان فرد به توان سه برسه همچنان منفیش باقی میمونه از بین نمیره که اونجا منفی 5 به توان دو میشد میشد 25 اما اینجا که این اتفاق نمیفته به توان سه برسه منفی باقی میمونه مثال بزنیم باز جواب یوفته الان ریشه سوم عدد 8 میشه چی رادیکال 8 به فرجه 3 این رادیکال 8 نخونی یا فرجاشو بگو رادیکال 8 به فرجه 3 یا اصطلاحا میگن ریشه سوم 8 اینجوری هم میگن میگن ریشه سوم 8 این میشه 2 جواب دقیق داره یعنی یه عدد چیه این رادیکالیه این رادیکالی هستش که عدد گویا گنگ نیست اه پس ما تو فرج سام هم اعداد گنگ داریم قطعا شما تو فصل یک داشتی با مجموع آشنا می شدید گنگ ها رو برف... گفتم فعلا رادیکالی ها رو بدونید گنگ ولی ما گنگ های بیشتری هم داریم یاتون باشه اینو گفتم الان گنگ های من بعضیش می زنه بیرون که گویاه بعدی هم گویا نگاه کن ریشه سوم عدد منفی 27 اون چه عددی سه بار زب در خودش بشه بشه منفی 27 منفی 3 منفی 3 ضرب در منفی 3 ضرب در منفی 3 میشه منفی 27 از جواب دقیق داره این عضو اعداد گویاه اما این دیگه گنگه این کیو پریمه ریشه سوم عدد 25 این چه عددی سه بار ضرب در خودش بشه 25 خیلی روال نیست نمیتونیم بگیم ما کن دو دو ضرب در دو ضرب در دو کی شد 8 سه ضرب در سه زد، 27 پس میشه دو خورده ای خورده ایشم قابل محاسبه به صورت دقیق نیست چون گنگه هر وقت عددی پیدا نکردی که واقعا سه بار زد در خودش کنی بشه زیر رادیکال بدون اون گنگه یه نکته بسیار مهم اگر زیر رادیکال فرجه سه منفی بود جوابش هم منفیه اما اونجا ما گفتیم زیر رادیکال فرجه دو منفی نمیتونه باشه این به, سد... به شدت و بسیار مهمه به صدت س... شدت اینجا به طور کلی ریشه انوم عدد آ الان ریشه سوم حرف زدیم ریشه انوم عدد آ به شرطی که خب آ که میدونیم از عدد حقیقی همه, تون... همه, چی میتونه باشه زیر رادیکال همه چی میتونه باشه چون مثبت و منفی به شرطی که این فرد باشه یه دونه بیشتر نمیتونه بده اگر آ منفی باشه این تو منفیه اما ریش دوم اینطور نیست ریش دوم آ نمیتونه جزو اعداد حقیقی باشه آ باید جزو اعداد حقیقی مثبت باشه پس بیام اینور اگر ان زوج باشه و آی من عضو آر مثبت آر مثبت یعنی چی اعداد حقیقی مثبت اینطوری نشونش میدم اگر آ مثبت باید باشه اولا و این زوج باشه دوما اون وقت ریشه انوم عدد آ مثلا ریشه چهارم ریشه ششم ریشه هشتم که ندارید تو کتاب ندارید میگم بدونید فقط اینا باز دوتان میشه رادیکال آ به فرجه ان مثلا رادیکال آ به فرجه چهار و منفی رادیکال آ به فرجه چهار اینم فعلا تعریف ریشه در کلیپ های بعدی در فیلم های بعدی مثال حل میکنید ریشه و کلا رادیکال